خب بچه ها، یه مورد اورژانسی پیش اومد. این یه ماده است که ده ها تخم گذاری بود، تخم اول دوم گذاشته، تخم سوم چرخیده. من الان دست میزنم دیدم کمی بی حال و 2 روزم دیر شده تخم گذاشتنش. یعنی بر اساس روزایی که تخم میذارن، تقریبا مثلا گرینشیک هر 2 روز تخم میذاره، نهایت بشه 3 روز. اگر بین تخماش فاصله افتاد حتما باید ببینید حال پرنده. اگه حال پرنده خیلی سرحال باشه مشکلی نداره، اما الان پرنده در حالت عادی خیلی بی حال بود و در حال زور زدن بود و با تغذیه و اینا نتونستیم به قول معروف تخم گذارش رو تحریک کنیم و تخم هم گیر کرده. این قسمت کاملا الان میشه حس کرد تخم رو و تخم هم چرخیده، یعنی جهت تخم جوریه که نمیتونه دفعش کنه و باید ما اول تخم و جهتش رو درست کنیم، که من این کار رو کردم قبل از که این به قول معروف بیام این ویدیو رو بگیرم و گذاشتم، دیدم بازم نتونست تخم رو بذاره. بنابراین این خیلی هم خطرناکه، یعنی اگر شما دیر بفهمید پرندتون تلف میشه. یکم من روغن زیتون استفاده میکنم همیشه برای اینکه تسهیل کنم راهشو. حالا در مورد دلایل اینکه این اتفاق میفتم بعدا یه ویدیو کامل نیست، فعلا اینو ما در بیاریم. خب قشنگ تخم اینجاست، اول یکم چرت میکنم که وقتی دیگه خارج خاص بشه اذیت نشه پرنده. خب تخم میبینید قشنگ، خیلی آروم باید این کار رو انجام بدین. حواستون باشه به سمت ارگانای بدنش، یعنی به سمت داخل فشار ندین و فقط تخم رو تحریک کنین. اینجوری هم نیست یه باره بکشین تخم رو بیرون، باید این کار رو تو دفعات مختلف اینجوری آروم آروم انجام بدین. الان خدا شد تخم شکنی نرم هم هست. حواستون باشه تخم نباید بشکنه، وگرنه پرنده تلف میشه. عزیزا آروم باش دخترم، درست میشه. قرار نیست یک بار تخم در بیاد. حتما حواستون باشه که مقعد سر جاش برگرده. با تو آخو سر میکنم چون شونه دلم. ببخشید اذیتت کردم، دیگه حالش جا آمد. خدا رو شکر اینم انجام شد. بله سایز تخم بزرگ بوده نسبتا و تخم چرخیده بوده، تخم اینجوری قرار گرفته بوده قبل از که خارج بشه، ما چرخوندیمش. تخم باید اینطوری باشه و وقتی که میخواد خارج بشه به این سمت باشه، حتی اگه به این سمت بشه باز نمیتونه خارج بشه. حالا ایشالله که دیگه بریم بذاریمش واسه ریکاوری. خب به حال حواستون باشه دیگه زمان تخم گذاری پرنده رصد کنید. خب خدا رو شکر همونجور که میبینید اون پشتیه ماده از حالش بهتره و تخم هم